رویان فرزند تو بود و حالا نمیخواستی اهالی سیاست میان تو و فرزندت جدایی بیندازن و وقتی که به گلایه‌ها فکر میکنی تصویر چند ماه گذشته را میبینی. یک پروژه خاص و مهم بود که مدت کوتاهی پیش از رفتنت آن را علنی کرده بودی، پروژه همانندسازی، پروژه محرمانه‌ای که قرار نبود علنی شود، اما به دلیل برخی مشکلات که برخی از درون کشور پیش پای رویان میگذاشتن مجبور شده بودی به عنوان دستاورد رویان آن را علنی کنی. تولد گوسفند شبیه سازی شده. کمی بعد از اعلام این خبر بود که قلبت برای همیشه از تنش ایستاد. اولین گوسفند شبیه سازی بعد از رفتن تو به دنیا آمد، گوسفند شبیه سازی شده ای به نام رویانا. This is no ordinary birth. These goats are the first transgenic animals in the Middle East. Cloned in a laboratory, the makeup of their genes has been altered, so the milk they'll eventually produce contains a special protein that helps people with hemophilia. تا سال 84، تا همون زمستانی که قلبت برای همیشه از تپش ایستاد، وقتی به گذشته نگاه میکردی، شش دوره بود که رویان باور نکردنی تو جشنواره بین المللی برگزار کرده بود. از همه جای جهان می آمدند تا رویان به مرکز رفت آمد علمی در سطح جهان تبدیل شد. عرض سلام گرم و صمیمانه از طرف میزبانان و برگزار کنندگان ششمین جشنواره بین المللی رویان به همه حضار محترم. چشم دوخته به عدسی میکروسکوپ فزایش سلول ها را نگاه می کنی. این کوچکترین آجرهای ساختمان خلقت انسانی. حالا پروژه عظیم تو کشف رمز و راز حیات انسان در دل سلول‌های بنیادین است. یعنی سلول‌هایی که می‌توانند بر بافتی تبدیل شوند. این دانش یکی از محرمانه‌ترین و در انحصارترین دانش‌های جهان است که فقط در اختیار کشورهای انگشت شماری در جهان قرار دارد. می‌دانی که حتی بعید نیست اگر این پروژه پیش از موعد لو برود، با کارشکنی‌های عجیب و غریبی از جاهای ناشناخته روبرو شود. پروژه در این لابراتوارها و در سکوت پیش می رود. حالا رفت محرمانه بودن این کار در دنیا ما می شما بگم که عصب و قلبی که انقباض پیدا می کند دانش فنیش در دنیا هست و انجام شد. سلولای بنیادی ما با هم شروع کردیم، هیچ کسی خبر نداشت. ساعت 10:30 شب زنگ می زد به من و من گفت زنگ زدم خسته نباشه. جمعه میومد اینجا میگفتش که اومدم قبل بگم خسته نباش. ای آدم حال میکنه، ای آدم عشق میکنه. شما نمیدونید ولی من عشق باز هست. Scientists now would like to go back to this era. For this matter, the young scientist has a good excitement. Funds for embryonic stem cell research and some Americans object to it on moral grounds. The story is quite different in Iran. Fox News correspondent Amy Kellogg explains. In the theocratic state of Iran, embryonic stem cell research is a source of national pride. At Tehran's Royan Institute, attached to a fertility clinic, researchers use spare embryos to conduct medical experiments. یه عده‌ای تو بیرون گفتن دروغه، اینا تبلیغاته. از آدمای نه عامی، آدمای دانشگاهی و علمی گفتن اینا دروغه، داره تبلیغاته. خدا شاهده. و خواستار تشکیل کمیته حقیقتیاب شدم. آقا بیایم بررسی کنیم این ادعایی که این جهادی ها آقای کاظمی دوستان در پژوهشگاه در پژوهشکده علوم سلولی کردن صحت داره یا نداره. خدا شده. خب میدونید چه فشاری می آورد به این بنده خدا؟ اینا خیلی از متخصصین اومدن گزارشات مختلف وزارت بهداشت، خیلی از مجموعه دیگه اومدن و ابتدا اصلا فاز انکار رو دنبال کردن، گفتن نه امکان پذیر نیست یه همچی کاری توی ایران انجام شده باشه. یعنی زودتر از محافل داخلی مراجع و محافل علمی خارجی کار ما رو تایید کردن. In health sciences. Although it's an Islamic Republic, Tehran has an unusually open attitude towards stem cell research. CNN's Anish Rama. بعدن محافل داخلی هم صحه گذاشتن رو تایید اونها.
قابلیت خوب سلول‌های بنیادی جنین برای تبدیل شدن به سلول‌های مختلف باعث جلب توجه محققان و پژوهشگران به مطالعه بر روی این سلول‌ها شده است. سال 1382، لحظه تاریخی، لحظه که پروژه محرمانه تو حالا به ثمر نشسته بود. در تابستان گرم آن سال، همراه با پژوهشگران رویان به دیدار رهبر انقلاب رفتی. آنجا بود که خبر تازه‌ای دادی. خبری که نشان داد در این سالها در سکوت لابراتوارهای رویان چه چیزی در جریان بود. راجع به این قضیه هسته‌ای و همین کارهایی که در زمینه هسته‌ای شده که اونم بسیار کار با عظمت و مهمی است، من گفتم این کاری که این جوانای جهاد کردن سر این قضیه سلول‌های بنیادی، این کمتر از اون کار نیست، عظمتش و اهمیتش بسیار بالاست. این پیشرو بودن در این قضیه خیلی ارزش داره و شما الحمدلله در این میدان پیشرو هستید، جزء پیشروان هستید. اولا من یا سخنگوی یک جمع هستم و خدمت گذار. اون چه که عرض میکنم تلاش همکاران است که شبها ساعت 11 من تلفنی باشون از منزل هستم، من منزل اونا تو آزمشگاه صحبت میکنم و بعد اون بابا رشون دارم این منداخ میدن به سجده. یعنی وقتی آزمایش های وقت جواب میده میگن دارن سجده. این که یه کار خوبی رو انسان توفیق پیدا کنه بعد به سجده بیفته، این خیلی باارزشه. جمهوری اسلامی رو برسیم به مرتبه ای که در یک تکنولوژی پیشرفته، حالا امروز بهش میگن های تک، بتواند علم بفروشد به جای نفت. پیشرفت علمی ایران برای دنیا یعنی یک علامت خطرناک، چون در تبلیغات جهانی تنها راه پیشرفت علمی عبور از سکولاریسم و سرمایه‌داری، یعنی عبور از جاده ارزش‌های غربی بود. حالا ایران نباید راه جدیدی باز می‌کرد. سال 1382 وقتی آمریکا درج مقالات علمی ایران را ممنوع کرد، متوجه جبهه تازه‌ای شده بودی. جنگی که مدت‌ها بود شروع شده بود. آستین را بالا زدی که کنگره ناباروری ایرانی را راه بیاندازی. Officials of the Royal Fertility and Reproductive Research Institute, the most active center for cell and infertility treatment in Iran, who are also the organizers of this annual congress. I've been really impressed both the Iranian researchers who've talked, and this is of course is an international meeting, so that the level of research that's been presented is quite high. It's an excellent congress. The research and the talks are a very high level. If Iran as a country who is developing these procedures wants to have an important impact, they are just doing it the right way as they do this by establishing their own cell line. اردن پوسترهای اولین نشست رو ما پخش کردیم توی همین نمایشگاه، توی خود محل کنگره. اولا خیلی اینا میگفتن آقا این پوستر کجا چاپ کردید؟ ایران من میتونی همچه پوستری چاپ بکنه؟ باورشون نمیشه که توی ایران یه همچیزی چاپ میشه. به خدا اینا رو به ما گفتن و شاید بعض خود شما هم شنیده باشه. اینو کجا چاپ میکنه؟ لحظه کلنگزنی ساختمان رویان را به یاد می آوری. ساختمان قدیمی که با گسترده شدن فعالیت های رویان ضرورت پیدا کرده بود بزرگتر شود و تو در به در به دنبال جایی برای ادامه حیات جدید رویان می گشتی. بالاخره این رهبری بود که زمینی برای رویان اختصاص داد. حاجتت که برآورده شد وقت کلنگ زنی انگار نهال می‌داشت، نهالی که در سالهای آینده به درخت تناور رویان بدن شد و برای رسیدن به همین کلنگ زنی انقدر نذر کرده بودی که می‌ترسیدی شاید از عهده ادای نذر بر نیایی. از فردا چیزه قابل واگذاری. جدی دارم میگم، اونایی که میخوان مشارکت بکنن از فردا بیان، اگرم نیان من همشو میفرستم. ولی 250,000 صلوات من بده کار این زمینم که ایشالله هر کی میخواد کمک بکنه ثوابش هم ببره. اینجوری نه که الان مثلا 200 تا حساب یه صلوات بده. سلام علی
چند روز کلنگش رو زدید به مرکز رفت آمد مردم برای حل مشکلاتشان و نقطه‌ای برای پیشرفت دانش تخصصی تو برای نسل جدید تبدیل شده است. حالا و در این لحظه‌های آرامش کلینیک شهید رعیت را در خیابان حافظ بیاد می آورید. یکی از کلینیک هایی که برای راه اندازیشان دوندگی کرده بودی. دغدغه مشکلات ناباروری مردم از دل همین کلینیک ها در آمده بود. بیماران آرزوی فرزند داشتن و درد تنهایی. بیشترین ارزی که از کشور برای درمان خارج می شد متعلق به بیماری های قلبی، سپس درمان ناباروری بود. میزان موفقیت 11%، یعنی 100 تا مریض که ما این مبلغ رو بهشون میدادیم 11 جنین به ما تحویل داده میشد. اشاره به موفقیت در درمان به میزان 40% پر ترانسفر یکی از افتخاراتی است که پژوهشکده رویان در درمان نازایی بدان نایل شده است.